آی سنسی کیوان هستم. این ولاگ ولاگ کرونا است، کرونا انگلیسی که گرفتم. از همین اولش میریم سر اصل مطلب و راجع به این ویروس بگم. حالا چرا میگید هیچ علائمی ندارم، هیچ چیزی ندارم و تب و لرز داشتم؟ و نه، من همه اینا رو سند مدرک دارم و من چقدر سرسری میگرفتم. البته من ماسک میزدم، اسپری میزدم، تو شرکت اتاق جدا داشتم، هیچ جمعی رو ندیدم، هیچ جا نرفتم و گرفتم. فکر میکنم واسه ولاگ قبلیم بود که فقط رفتم تو جمعیت، اونم روز سال تحویل بود. چرا دیر دارم این ولاگو میذارم امروز که دارم این فیلمو میگیرم، حالا نمیدونم ادیتش کی تموم بشه، 5 اردیبهشته. به خاطر چند دلیل که مهمترین دلیلش اینه، وقتی از بیمارستان اومدم که البته فیلمایه، یه چند تا فیلمم داخل بیمارستان وقتی بستری بودم گرفتم، میتونستم همون موقع براتون بگیرم و خیلی زودتر بگیرم. اما الان تقریبا 2 ساعت پیش من از سلمونیم اومدم، ریشامو بلند شده بود و موامو زدم. مهمترین دلیلم این بود که نمیخواستم منو با اون حال ببینید، چه قبل از سلمونی چه موقعی که بیمارستان ترخیص شده بودم، چون حتی در این حدم نمیتونستم حرف بزنم، انگار زیر آب داری حرف میزنی. اگه با اون حال منو میدیدید مطمئنا رویتون رو از دست میدادید، میترسیدید و استرس میگرفتید، چون هر کسی که منو تو اون حال دید استرس گرفت، به شک افتاد، هر علائمی رو میترسید بابت کرونا. البته من به 2 نفرم انتقال دادم که حالا میگم اون چه اتفاقی براشون افتاد. من 5 فروردین وقت دکتر داشتم، دکتری که باید میرفتم پیشش. من با لولو خان که همون موتورم از تو ولاگای قبلی دیدید، رفتم سمت خیابون نورد پیروزی، دکتری که باید میرفتم. برگشتنی بارون گرفت، به شدت خیس شدم، تلقاینم نداشتم، باد گرمم بهم میخورد، ولی از اونجایی که من لوزه دارم و مستعد گرفتن سرماخوردگی به راحتی هستم، اومدم خونه تب و لرز کردم و یکم بدن درد که با خوردن 2-3 شب مسکن میتونستم تحمل کنم. یواش یواش این تبه زیاد شد از 5 که میگن اولین علائم. بی اشتهایی گرفتم، جوری که 1-2 روز در میون مثلا اشتهام به غذا میرفت. خب من رژیمم داشتم و اشتهام سر همین رژیم بود. من قبل از عیدم که آزمایش کلی داده بودم، دکتر گفته بود تمام ویتامینات ریخته به هم، خیلی پایینه و اینا. چند شب به شدت تب و لرز بدن درد، بعد یه دفعه تو روز کلا همه چی از بین میرفت، انگار نه انگار اینا، ولی خب ضعف و داشت. ولی 2-3 شب جوری شد که من از تب زیاد اومدم رو سرامیک خوابیدم و دیدم سرامیک کامل خیس شد، گفتم سرماخوردگیه. بعد رسید به 1-2 روز که دهنم به شدت جوری خشک بود که انگار ساق طلایی تو دهنت میگردشتی یا تیتا، خیلی اذیت میشدم. آخر یکی از دوستام زنگ زد که هم عید و تبریک بگه و اینا، گفتم من همچین علائمی دارم، همچین حالتی دارم. گفت من 1 ماه پیش اینا رو داشتم، کرونا بود، پشو سری برو. هر ساعت هم اتروت کلون بو میکردم، میدم است بویاییم هست، چیزی هم میخوردم چشاییم هست، میگفتم پس این کرونا نیست. 8 بود رفتم، کیتی که CPR PCR نمیدونم که تو بینی میکنن تموم شده بود. 2 مدل تست داشتن، هر جفتش همین که داخل بینی میکنم بود، یکیش رایگان بود که 20 دقیقه بعد جواب میدادن، یکیش 230 خورده‌ای بود که 3 روز بعد جواب میدادن. گفت ما کیتو تموم کردیم ولی شما کرونایی. اکسیژنم و اینا رو گرفت و گفت برو این دارو رو بخور. اومدم خونه 2 روز خوردم، دیدم به شدت دارم اذیت میشم. دوباره رفتم 10 فروردین رفتم تست گرفتن، گفتش منفی، ولی شما 100% کرونایی، اصلا معلومه، برو فردا دوباره بیا ما ازت تست بگیریم که مطمئن شیم. ولی چون علائم من قضیه یاد بود، اون تست 230 تومانیه که دقیقه رو نمیگرفتن. 12 دوباره رفتم منفی، 12 که رفتم دیگه نفس نداشتم، به شدت عرق میکردم، اصلا نفس نداشتم. اکسیژنم رو گرفتید، اکسیژنم پایینه، گفت تستم منفی شده، ولی انگار زیر آب حرف میزنی. نمیتونستم اصلا اینجوری صحبت بکنم، دردم داشتم. گفت برو سی تی اسکن. رفتم چند جا سی تی اسکن، میگن آقا بالای 100 کیلو سی تی اسکن نمی کنیم. بابا من دارم میمیرم، بالای 100 کیلو دستگاه نوع خراب میشه. خب من اطلاع ندارم دیگه. ظهر ساعت 11-12 بود، اورژانسی با ماشین رفتم بیمارستان میلاد، دکتر برام سی تی اسکن نوشت که بردیم پیش دکتر، تو خود سیستمش دید سی دی رو، گفت شما باید اکسیژن بگیری، یه خود ویتامین بگیری و بستری. گفتم خب حالا تا عصر میرم. گفتش نه شما
7 روز تا 10 روز بستری، ریه‌ت 50% درگیره. رنگم پرید. بعد جوری بودم تو بیمارستان انگار کل خون بدنم رفته بود. نگو من به خاطر نداشتن نفس حتی رو صندلی دراز میکشیدم. میگه چرا انقدر دیر اومدی؟ گفتم خانم نمیدونستم، من دکتر برو نیستم، اصلا نمیدونستم اینا کروناست و اینا. گفت اکسیژن خونت رو 80 الی 85 های بازی میکنه. خلاصه بستریم کردن تو اورژانس تا تخت خالی شه. زمانی هم که رفتم شهرها قرمز دوباره نبودن، حالت نارنجی بودن. ولی اورژانس دکترای میومدن میگفتن پاشو جونتو بردار برو بری تو بخش، خطرناکه، طبقه 7 و 8 همه کرونایی هست. انقدر به من گفتن من ترسیدم. من اشتباه همین بود، دیر اقدام کردم و بدنم به شدت ضعیف بود. ویتامینی نیست که الان بخوری قوی شی، دورش باید بدنتو قوی بکنه. این بنده خدا به خاطر عمل چشمی که داشت و مادرش که تو قلبش باتری بود و مشکل قند خون داشت، این دو نفرم از من گرفت و به مادرش داد. ولی خدا رو شکر چون اینا به خاطر عملهایی که قبل از عید داشتن تو دورهای کامل ویتامین بودن، 3 روز تب و لرز داشتن و بدن درد شدید بریه و اینا نزد و خدا رو شکر خیلی زود خوب شدن. الان که دارم با تون حرف میزنم داره میسوزه اینجام، چون تو این یک ماه حتی اینجوری یه بند صحبت نکردم و بلند بلند نگفتم. وقتی انتقالم دادم به بخش فکر میکنم ساعت 6-7 بعد از ظهر بود، 6-7 بود. سریع به ماسک دادن و دیگه 1-2 ساعت بعد اومدن و کلی ازم خون گرفتن، موهای دستم رو تراشیدن که گفتن میخوام بزنم رگم بعد پیدا میشه. اینجا این سیاهی هنوز کبودیش هست که تو فیلم معلوم نیست تازه رفته و اینم همچنان جای آمپولیه که واسه لخته نشدن خون هر روز به میزدن رو نافم و اینجا میزدن که خون لخته نشه. اومدن سرم وز کردن تو اون هر روز صبح ساعت 5 خون میگرفتن، میگفتن باید بگیریم واسه آزمایش و اینا. قراره که صداف اذیت نکنه، آره صدای اکسیژن اذیت نکنه. روز دوم بستری شدنه و صبح چند سری اومدن قرص و دارو و یه آمپول تو شکم هم و خون و اینا گرفتن. حالا تا ببینیم چی میشه. دوستای گلم تو بیمارستان دور از جونتون اگه برید کرونا هیچ دارویی نداره و دکتر گفت به خانوادت به یک نفر بگو آب سیب، آب هویج، آب پرتقال، قرص ویتامین سی دوز 1000 اینا رو برات بگیره بیاره. دکتر گفت انقدر باید مایجات بخوری که ساعتی 2-3 بار معذرت میخوام بری دستشویی. و تخت رو به روی که یه پیرمرده بود که جوری درگیر شده بود که خونریزی کرده بود ریش، ساکشن بهش وست کرده بودن، معلم شیمی بازنشست بود و اینو میشستم مشاهره و اینا. یه وقتایی خوب آب را خوده یه چشم پریسان پردش بود تا صدق آله نشد پردردش بود. نام احمد جمعه نام انبیاز چون که صد آمد نبرد هم که شما چند بردی چرد و شیرین از را چند روزی امتحان کن با سیاه گر تو انبان زنان خالی کنی پرز گوهرهای اجلالی کن. تو بیمارستان به شدت ریزش مو گرفتم، یه کوچولو یه وقتایی دیدم تار میشد. ترخیصم کردن و گفتم برو خونه، یه سری دارو بهم دادن و اومدم خونه. هر ده قدم که راه میرفتم شور عرق، تا رسیدم هم گفتم خب حتما خوب شدم و اینا. رفتم هموم صورتم اینا رو بزنم، تو هموم گیر کردم، مایچه های پام قفل شد، نفسم بند نمی آمد. با هر مکافاتی که بود اومدم بیرون. ولی از روز سوم روز چهارم کل قفسه سینه جلو درد، پشت درد، انگار یه میله داغ از این برکردی از پشت کمر در اومده. نمیشد بشینی، نه بخوابی، نه را بری، نه نفس بکشی. من الان از روزی که بیمارستان بستری شدم تا الان یه عدسه نکردم، خدا رو شو که عدسه نکردم. سکسکه، سرفه، اینا باعث درد شدید میدون. یه روز اینور بود که زنگ زدم به 40C، همچین دردی دارم صبح از بینی و گلوم خون میاد، گفت سری برو بیمارستان. پشیمون شدم، گفتم الان برم بیمارستان بدتره. زنگ زدم از توی سایت ها واسه این کپسول اکسیژن کرایه کنم،
هیچکی به من نمیگفت، اطلاع دقیق نمیداد. من فکر کردم یه 10 کیلویشو بگیرم واسه یک ماه بسه. گفتم چقدر جواب میده؟ اون به من گفت که آقا شما یه 10 کیلویی بگیری تو کار مفیدش 3 ساعت و نیم به اکسیژن میده، که کنسلش کردم. من فکر کردم مثل بیمارستانه. بیمارستان خب لوله کشی داخلی داشتش، کپسول نمیدیدم، نمیفهمیدم که تموم میشه. کامل از ثانیه اول تا لحظه هم که لباس عوض کردم بیام بود، فکر میکردم مثلا جواب میده، یه کپسوله دیگه. بچه‌ها این وایس رو میذارم تا رو خدا گوش کنید. من هیچکیو ندیدم، هیچ جا نرفتم، اصلا نمیدونم چرا. معذرت میخوام، شاید این وایس هم نباید تو گروه بذارم، ولی از پنجم درگیریم شروع شد، تو وجود همه هست. با سرماخوردگی یا ضعیف شدن یه دفعه ممکنه رو کنه. فردا رفتم دوباره پیش همون خانم دکتر خانه بهداشت، خانه سلامه. گفتم خانم من اینو دارم دو سه تا میخورم. گفت اشکال نداره، دوز داروهاتو زیاد میکنم، اینا درد داشتی بخور. اومدیم خونه تا دوباره 3-4 روز بعدش من این درد رو داشتم. ماهیچه‌های پام گرفته، جوری که مثلا 3 روز پیش رفتم پردیسان پیاده روی، تو سطح صاف نفس کم آوردم به سرفه افتادن و اومدم خونه. دیدید مثلا بعد 2 ماه 3 ماه میری باشگاه سنگین میزنی، جوگیر میشه، خشک میشه بدنت، کمر به پایین خشک. به دکتر که گفتم این قضیه رو، گفتش که نه شما برو توی پارک تو ساعتهای خلوتی بشین، راه نباید بری، راه رفتن سربالای سرپایینیش هم واسه شما سم. این چیزی که خودم اسم میکنم ریه یه انسان انقدر، شما نفس کم میاری انقدر خمیازه میکشی، ولی من الان اسم میکنم انقدر بیشتر نمیتونم از ریه استفاده کنم، اصلا خمیازه نمیتونم بکشم، نفس کم میارم نفس میافتم. به دکتر گفتم خانم دکتر اینجوری، گفت ببین ریه اونایی که درگیر میشه شاید 1 ماه 2 ماه 3 ماه و 1 سال زمان ببره تا برگرده به حالت اولش. گفت داروهاتو یه روز در میون 2 روز در میون آروم آروم باید قطع کنی این داروهایی که داری میخوری. گفت چیزایی باید بخوری ارگانیک بیشتر، آب میوه‌های طبیعی. ببینید فقط استرس نگیرید، ترس نداشته باشید، برید دکتر بهتون ویتامین بده، میوه و اینجور چیزا رو بخورید. چیزایی که من خوردم مختص بدن من بود، حتی تو بیمارستان به روبروییم چیز دیگه ای دادن به من، چیز دیگه ای. ولی آب میوه طبیعی، مایجات، سوپ گرم، چیزهای رقیق، چیزهای مقوی، آب قلم، آب گوشت، آبیشن گرفتم و پونه، اینا رو دم میکنم دیگه با یه قاشق عسل یا یه تیکه نبات و اینا میخورم، خیلی بهتر شده. یه شبا به شدت سرم عرق میکنه، کار سنگین میکنم هم همینطور، که دکتر گفتش این مسلما به خاطر ضعف جسمانیت، اگه بدن قوی باشه زود متوجه شی، یه تب و لرز و یه دردی داری و خدا رو شکر به ریه نمیزنه، هیچکی نره سر خود قرص بخوره، قرص اشتباه خوردن از اون بر بدن رو میندازه. مثلا من اون اوایلش قبل اینکه بفهمم کرونا از مسکن نوافن میخوردم، بعد که رفتم دکتر 2 تا مسکن دیگه به هم داد و گفتش که خیلی از مسکن ها مثل ژلوفن، ایبوپروفن، فلان فلان فلان، چون من قرص خورم نیستم نمیشناختم اینا رو، تازه یاد گرفتم، سمه واسه وطن، یعنی خدای نکرده کرونا گرفته باشی میکشنت اصلا این قرص ها. حالا مثال من اینجوریه، شاید ضرر دیگه ای بهت بزنن، شاید جور دیگه ای اذیتت بکنن. شی جدیدی که گرفتم واسه همین کار بلاگ و اینجور چیزا، سنسور اکسیژن خون داره، 2-3 بار باش گرفتم و تو خانه بهداشتم سلامتم گرفتم، دیدم فیکس با هم دقیقاً، خیالم راحت شد. اکسیژنمو میگرفتم که بعد دکتر پرسید، گفت اکسیژنت چه جوریه؟ گفتم اکسیژنم 93-95. من الان جز نفس زدن و عرق کردن ضعف و اینو خدا رو شکر خوبم. دیروز صبح 4 روم شنبه، امیدوارم درست بگم، چون 1 ماه و چند روز تو خونه بودم، حسابات اصلا پریده، چقدر برنامه ریخته بودم برم این ور برم اون ور ولاگ بگیرم و چکم کرد، گفت اوکی و گواهی سلامت بهم داد. گفتم میخوام دوباره تست بدم. گفت کرونای قدیمی 14 روز قرنطینه است، کرونای جدید 21 روز قرنطینه از اولین علائم، که من 5 علائمم شروع شد شدید. گفت شما پاکی، تستم ازت نمیگیریم، چون اوکی الانم که شما اومدی حدودا 1 ماه گذشته، امروز 4 رومه، شما 5 علائم نشون دادی، تست نمیگیریم. فشارمو گرفت، اکسیژنمو گرفت و فقط نفس زدنمو گفت، چون اون ریه درگیر بوده. همیشه سالم و پاینده و سرحال ببینمتون، خیلی دوست داشتم باتون در میون بذارم، ولی الان بهترین فرصت بود که یه خورده تونستم سر و صورت و ظاهرمو درست کنم،
نفس نفس نیفتم بینش، چون ممکن بود ناراحت شید، نگران شید، نه ناراحت حالا و ناراحت این که هر اتفاقی براتون افتاد آی نکنه کرونا باشه، آی فلان و بیسار، که این استرس از همه چی بدتر. اگر سوالی، حرفی، چیزی پیش اومد برام کامنتش بکنید، من حمایت شما رو میخوام تا جون داشته باشم ادامه بدم. غیر از این ولاگ، ولاگای دیگه به خدا میسپارمتون، فدامدا ولا غیر.